درود عزیزم بر نزدیکی امارت خسرو به شهر سنندج هستم. میخواییم بریم ببینیم که چه خبر. خونه های اطراف بسیار شیک و جای بسیار دنج و آرومیه، دور از تمام هیاهوهای داخل. امارت خسرو آباد. امارت خسرو آباد یا کاخ موزه خسرو آباد در بولوار خسرو آباد شهر سنندج قرار دارد. این امارت در نوع خود بی‌نظیر و مرکز حکومت اردلان به ویژه خسروخان اردلان بوده است. مجموعه امارت و باغ خسرو آباد افزون بر دو بخش اصلی، یعنی قصر سلطنتی با ورودی ستون‌دار، باغ خسرو آباد نیز از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. این باغ که به وسیله 4 خیابان روبرو به اطراف امارت خسرو آباد عملاً به 4 باغ خسرو آباد تبدیل شده بود و اطراف آن به وسیله 4 خندق در طرفین باغ و کاخ خسرو آباد با انواع درختان مختلف احاطه شده، جلوه خاصی را به این مجموعه دارد. در حال حاضر تنها درختان 4 باغ و بخش‌هایی از 4 خیابان آن باقی مانده است. امارت خسرو آباد کتیبه‌ای دارد که اسم فتحعلی شاه قاجار و والی کردستان امان الله خان و تاریخ 1223 هجری قمری بر روی آن حک شده است. امارت خسرو آباد شاخص‌ترین بنای استان کردستان است که به عنوان مقر حکومت والیان اردلان مورد استفاده قرار گرفت. از سال 1373 عملیات مرمت این بنای تاریخی آغاز گردید، اگرچه در سال 1379 بیشترین مرمت و بازسازی این بنا انجام گردید. امارت خسرو آباد با شماره 1491 در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است. این بنای تاریخی به سال 1223 هجری قمری توسط امان الله خان اردلان، والی حاکم شهیر کردستان، در مساحت 6000 متر مربع ساخته شده است. نظریات گوناگونی در خصوص این بنای عظیم و مقر حکومتی کردستان وجود دارد، به طوری که بعضی از صاحب نظران قسمت شرقی بنا را که قصر نامیده می شود مربوط به دوران زندیه می دانند و توسعه و تکمیل آن را توسط امان الله خان اردلان می دانند. هنگام ساخت و تأسیس کاخ خسرو آباد، دژ حکومتی سنه در مرکز شهر همچنان مقر حکومت سیاسی و نظامی بوده و اعتبار خود را از دست نداد. اگرچه بعد از مدتی نیز خسرو آباد به عنوان مقر حکومت مورد استفاده قرار گردید، اما بیشتر به عنوان محل تشریفات و استقبال از شاهان و محل اقامت والیان اردلان مورد استفاده قرار می گرفت، به طوری که مراسم عروسی باشکوه حسن جهان خانوم، تنها دختر فتحعلی شاه قاجار، با خسرو خان پسر امان الله خان در سال 1202 هجری قمری در این کاخ صورت پذیرفت. هنگام ورود ناصرالدین شاه به کردستان در سال 1275 هجری قمری یا 1233 هجری شمسی در خسرو آباد برای وی خیمه دایر کردند. در سال 1317 هجری قمری یا 1275 شمسی علی اکبر خان شرف الملوک یا شرف الملک، نوه امان الله خان، والی و وارث باغ و کاخ خسرو آباد، این مجموعه را به میرزا صادق خان اعزاز الملک فروخت. در این عبارت از آن تاریخ در اختیار خاندان یا صادق وزیری قرار گرفت. از آن زمان تا حدود 50 سال پیش
چندین بنا با سبک‌های مختلف دوره قاجار و پهلوی در این مجموعه ساخته شد که در شمال شرقی و شمال غربی و جنوب شرقی و جنوب غربی واقع شده. طراحی بنای عمارت، مجموعه عمارت و باغ آن افزون بر دو بخش اصلی، یعنی قصر سلطنتی با ورودی ستوندار در بخش غربی و ساختمان شرقی با غلام گردش ها و ایوان ستوندار مشرف بر صحن عمارت و فضای بیرونی بنا دارای فضاهای دیگری چون حمام، اتاق خوابچیان، صدای فواره آب، یعنی حاجب و دربان که توی حوض و خدمتکاران است. تزئینات معماری این بنا شامل گچبری، آجرکاری، گرسنه‌های زیبا و حوض است. آنچه بر اساس وضعیت ظاهری و ترکیب بنای خودروهای قدیمی هم به نو بودن قامت و ترکیب مصالح و سبک مشترک قصر، آشپزخانه، حمام و استاب به انضمام دیوارهای حفاظ شرقی، غربی و جنوبی می باشد که مربوط به دوره می باشد. البته بعد از امان الله خان به ضرورت بناهای مختلفی در این مجموعه احداث کرد. سبک عروسی های موجود در قصر تفاوت قابل توجهی با قسمت شرقی بنای خسرو‌آباد دارد و همچنین تزئینات بخش غربی با آجر و در قسمت شرقی و سردرب بیشتر از گچبری استفاده شده است. حوض بسیار بزرگ صلیبی شکلی نیز در وسط این مجموعه بر زیبایی آن افزوده است که در نوع خود بی نظیر است. طاق بزرگ سردرب اصلی باغ خسرو‌آباد که روبروی مقبره شرف الملک قرار داشت تخریب گردیده است. درب اصلی بنار رو به حوض مرمری مربع شکل عمارت واقع گردیده و از چهار تکه بزرگ تنه درخت گردو به سبک دروازه های قلعه های حکومتی ساخته شده است. نمای شرقی بنا از آجر و گچبری های زیبا تزئین شده است، اما دیگر بخش ها از آجر و به شکل ساده تری ساخته شده است. آب این مجموعه جاری و شور و از مجموعه کانال ها تعبیه شده در روی کوه آبی در نشاط می گیرد. از دیگر بخش های قابل توجه کاخ خسرو‌آباد وجود حوض و فواره با آب جاری در طبقه سوم حوض پر ماهی بود می باشد. بخواستم ببینیم عمارت خسرو در شهر سمنگان.